با عرض ادب و احترام مجدد خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیزی که همراه ما هستین، همطور که اعلام کردم و قول داده بودیم، یکی از هنرمندان خیلی خوب کشورمون و خوششانسی ما که در شهر تورنتو ایشون زندگی میکنن مهمان برنامه امروز ما هستن، به همت همکار خوب و عزیزم پرستوی نازنی. هر دو الان در استودیو هستن. اجازه بدین که خدمت سرکار خانم فریبا داوودی عرض ادب داشته باشیم و خوش آمد و بپردازیم به مجموعه برنامه امروز که ویژه برنامه است در جهت یادبود برای استاد گرامیمون جناب شجریان. هیچ کس بهتر از سرکار خانم داوودی نخواهد تونست این دوره رو با شما در این ساعت کوتاه مرور کنه که فکر کنم برنامه بسیار دیدنی و شنیدنی باشه. سرکار خانم داوودی عزیز، عرض سلام و احترام دارم بهتون، خیلی خوش آمدید. بنده هم عرض سلام و درود دارم خدمت شما و بیننده‌های عزیزتون و پرستو خانم نازنین که زحمت کشیدن و عرض تمنا میکنم، عرض تسلیت دارم خدمت ملت ایران، هنر دوست و هنر پرور ایران و تمام عاشقان، علل خصوص شاگردانی که از نزدیک استاد رو زیارت کردن تسلیت عرض میکنم. و واژه تسلیت خیلی واژه به قول معروف جالبی نیست، نمیشه به کار ببریم اگه استاد زنده هستن، ولی واقعا بله در جامعه هنری ایشون که هستن. هر حال سپاس از مهرتون، خواهش می‌کنم، بسیار خوش آمدین. ما پرستو جان سلام میکنم بهت. منم سلام در خاطر مرسی. در برنامه امروز معمولا پرستو خوب در بخش گزارشاش خبرهای زیادی داره، امروز خبرها رو سعی کردیم که در مجموعه هنری در واقع بگذاریم و با حضور و وجود سرکار خانم داوودی که این روزها خیلی هم راحت نیست آوردن مهمون به استودیو، مخصوصا مهمون عزیز مثل ایشون، هزار تا آزمایش و رعایت و اصول و خلاصه به هر حال آنچه که ما برای شما میگیم خودمون هم باید انجام بدیم. الان فرصتش بود و به هر حال در یک موقعیت استثنایی که فکر کنم دوره خیلی نزدیکی رو شما با جناب شجریان به حال کار کردین و بودین، بهتر از ایشون شاید واقعا ما نداشته باشیم در شهر تورنتو. ایشون از سالیان دور در واقع در کنار استاد بودن، تا اونجا که من میدونم مثلا 72 شما در ارتباط با استاد بودین، جست گریخته از محضرشون استفاده کردین، همکاری های در واقع هنری و آموزشی باشون داشتین تا سال 78 که رسماً تیه اون آزمونی که آقای نوربخش برگزار کرد. بله بله دقیقا درست میفرمایید. من از سال 72 نزدیکشون رو زیارت کردم به دفعات مختلفی در جاهای مختلف، هر جا فکر میکردم که میتونم ببینم ایشونو و چون شاگردی اساتید مختلف رو میکردم در همون زمانم، به نحوی میخواستم نزدیک بشم که نظرشون رو راجع به این که من کار کردم اینا، چون 72 بنده رو راهنمایی کردن که برم با یک از شاگرداشون کار کنم، ولی واقعا کار کردم. ولی 78 یه آزمونی که در خانه هنرمندان زیر نظر جناب رضا بخش بود، آزمونی که برای دوره عالی برگزار شد، ایشون آزمون رو گرفتن. اون اولین بار هم بود که تعداد خانم ها هم خوندن و دیگه من نمی‌دونستم که دوره عالی و اینا میخوام بزنم، فقط یه آزمونی بود که رو صداها نظر میدادن. ولی بعد که پذیرفته شدم، چون ردیفای آوازی به مکتب ایشون و با شاگردای به نامشون، چون خودشون بنده رو معرفی کردن، خب قبلش با سرکار خانم اخوان، پریساز، جناب مهدی فلاح، سیما خانم بینا کار کرده بودن، ولی مستقیم با جناب محسن خان کرامتی که از شاگردای قدیم و قدر ایشون بودن تمام ردیف و مکاتب ایشون رو کار کردن و بعدم دیگه با جناب نوربخش نوعی دیگه کار کردم، با جهاندار چون دیگه کار کردم، با آقای شفیعی و اینا همه همینطور، تا اینکه دیگه گفتن که بیاین. شاید این علاقه و پشتکار بنده رو دیدن و بعد خب تو اون آزمون درست خوندم که حتی از من پرسیدن این چارگار شما از کی یاد گرفتیم، گفتم از جناب محسن کرامتی. دقیقا ردیفی بود که مو به مو اون چیزی که استاد درس داده بودن من اونو خوندم. چون به هر حال سرکار خانم داوودی، شما به هر حال 100% خاطرات زیادی دارین که بخواین برای هموطنانمون بگین. فکر میکنین که توی یک چنین روزهای حساسی که به هر حال از خود شما که هنرمند خوب هستین و میدونم شاگردان زیادی در شهر تورنتو دارین بپرسن که آیا ما
ببین هیچ چیز غیر ممکن نیست، ولی به یونیک بودن و منحصر به فرد بودن جناب شجریان چقدر اعتقاد داشتین؟ ما خواهیم داشت نظیر شجریان. ببینید آقای شجریان فقط یک جنبه خوندنشون نبود، اینکه مسلط باشن به آواز و چند بودی بودن، چند بچی بودن، ایشون ویژگی‌های بسیار خوبی داشتن از نظر یک انسان. نمیخوام اینجا یه جوری بشه که بگیم داریم بت پروری میکنیم یا مثلا بگیم که خداوندگار عالم، ولی واقعا وقتی لقب خسرو آوازو در ایران به ایشون دادن، حالا خیلی هم دارن بحث میکنن و اینا که به نظر من تنگ نظری بیش نیست، به دلیل اینکه خسرو آواز بودن، ایشون خیلی زحمت کشیدن. خیلی ها میگن که ایشون از تو دل قرائت قرآن، قرآن خوندن مثلا اینا اومدن، در زمان شاه خوندن، این برگونه. هنرمند متعلق به هیچ در حقیقت حکومتی نیست، هنرمند مربوط به مردمشه، مال مردمشه، و اگر هم در یک زمانی توسط یک حکومتی یک هنرمند حمایت میشود، اون حکومت شاید شعور اون بالایی رو داشته که اون فرهنگ رو بهش در حقیقت برسه و بپردازه. کما اینکه در جشن هنر شیراز همه میدونن خانم فرح دیبا که لقب شهبانو فرح رو داشتن، ایشون جشن هنر شیراز رو راه انداختن و جناب آقای لطفی و آقای شجریان و دیگران، حتی خانم پریسا هم در جشن هنر شیراز رفتن، چون خانم فرح به این هنر فاخر و موسیقی فاخر اهمیت میدادن. و خب آقای شجریان از جشن هنر از اون راست پنجگار رسید تا به این مرغ زهر که مردم ایشون. و اول انقلاب خب سردر دارم خیلی کوچیک بوده، ولی میدونستیم که مثلا گروه های مختلف بودن، تودهی ها بودن، چپی ها بودن، راستی ها بودن، مجهمه. ولی آقای شجریان وقتی آمدید بالای سردر دانشگاه تهران زده مقدم حزب توده، اومد بیرون، برگشت نخون، گفتش که اینو پاک کنین، ما اومدیم برای مردم برنامه بذاریم. اینه که همه اینا دست به دست میده، خود انقلاب که عوض میشه میاد و ایشون یک دوراندیشی خوبی داشتن، اشراف داشتن واقعا به زمینه خوشنویسی، ادبیات، کشاورزی، واقعا غذا پختن، اصلا یعنی یه آدم بسیار آدم جالبی بود، واقعا میگم واقعا منظر به فرد بودن. و میتونم بگم خب خیلی ها بودن، آقای ایرج هنوزم احترام زیاد، واقعا صدای بسیار زیبا، ایشون شاگرد آقای تاج بودن، جناب اکبر گلپایگانی شاگرد نورعلی خان برومند بودن، ولی اینا اونجوری که باید اون راه رو نگه دارند نگه نداشت. آقای شجریان نگهش داشت، وارد کاباره نکردیم موسیقی رو، علارغمی که احتیاج داشت، علارغمی که شرایط زندگی براش سخت بود. و من فکر می‌کنم این صبر و دوراندیشی و هوش بیش از حد، یعنی ایشون میدونستن کجا باید چی بگن، کجا باید با کی کار کنن، کجا باید طرفداری چی رو بکنن، این خودش به نظر من یک هوش و ذکاوت عجیب غریبی میخواد. من واقعا فقط نمیگم که حالا مثلا هیچ ادعایی ندارم، شما خودتون الان شاهدین، یه عشقی در من هست که اون عشق و پشتکاری که داشتم بهشون هم گفتم اون پرچمی که میگین و تو بانوان اون پرچمه فرق میکنه. الان 10 ساله هست، طبعا 4 سالم هست اینجام، خیلی امکانات بوده که برم این ور بخونم اون ور بخونم، ولی واقعا آدم نکرده. وقتی یه نفر رو الگوی خودش قرار میده، حالا ممکنه من تو تلفیقی هم کار کنم، چون استاد تلفیقی هم کار کرد، میدونین، یعنی میخوام به شما بگم که بله منحصر به فرد بودم. بسیار خب مرغ سحر رو هر وقت میگین من مجبوریم بخونیم. نه اینقدر این روزا اذیت شدیم، این روزهای به هر حال متفاوتیه برای همه هموطنان، برای همه انسانهای دنیا. حالا خب برای ما سال عجیبی بود، برای ما ایرانیان اصلا یک سال عجیب و غریبی بود. و من حقیقتش بگم شما میدونید به پایان برسه انشالله، شاهدین که ما میخواستیم کنسرتی بذاریم، شما منت گذاشتین، این تریبون رو در اختیار بنده گذاشتین که ما برای پرواز 750 درست بعد از عید بود دیگه، بعد از عید خودمون داشتیم کاراشو میکردیم، ولی بله. و شما فکر کنید که ما اجرا میخواستیم داشته باشیم، خب نشد، بعد هواپیما اونطور شد، بعد کووید شد. من اصلا میخواستم از ژانویه که فهمیدم استادان ندارن که به وقتی میشه دیما، واقعا خب یه زمانی شایعه کردن که استاد حال ندارن، من بلیتم هی عقب انداختم.
و خب به دلیل یعنی نگرانی رو بله اصلا من خب من مرتب خب در تماسم فقط با خود استادم مرتب مژگان جون دوست منن سال گذشته اومدن اینجا خودشون برنامه داشتن ما در کنارشون بودیم و خب با ایران تماس داشتم به قول معروف با عزیزان اینا اینه که دکترشون دکتر عباسی که ریه جراحی ریهشون بودن نه اون به حال مرتب در ارتباط بودیم ولی خب ما حضور فیزیکیشون رو تقریبا خانم احمدی نازنین 3.5 سال بود تمام 4 سال بعد از آخرین اجراشون در قونیه بود ایشون دیگه اجرایی نداشتن ولی 4 سال است که ایشون مریض بودن و من میگم فقط از اینکه ایشون اذیت بشن و چون دوست نداشت واسه همین بود که دوست نداشت کسی ببینه من 2.5 سال پیش کوچولو دیدمشون واقعا حالم خراب شد یعنی آدم به هر حال متاسف میشه در خدمتون هستم من بله اشاره فرمودین به برنامه‌تون کنسرتون اگر خوب یادم مونده باشه چون این روزها واقعا انقدر همه درگیریم برنامه رو می‌خواستین اهدا کنیم به بازماندگان هواپیما بله پرواز 752 بود بله قطعات به عزیزایی از دست رفته از آبان بود حالا و در حقیقت به بازماندگان اگه بتونیم کمکی بکنیم چه از نظر فرهنگی و چون برای دولت کانادا قرار بود یه بودجه هم براشون بذاره بده ولی یه سری کار قرار بود انجام بدیم بله فکر کنم یه سری دونیشن خیلی بالایی بله. چند میلیون جمع شد تقسیم شد بینشون برای اون یه کمک هایی شد ولی خب همونطور که الان ببینید در جایگاه یه هنرمند درست جسم فیزیکی آقای شجریان نیست ولی هنرش یا صدا که هرگز نمیمیره ولی برای اون خانواده ها هیچ وقت عزیزانشون با اون پول که به هر حال بر نمیگرده ولی یعنی اون درد اون وحشت و یکی از ویژگی های استاد همین بود که نسبت به مردمش در هیچ شرایطی در هیچ زمان و دوره‌ای بی تفاوت نبودن من یادم 57 ایشون از رادیو تلویزیون اخراج شدن و حتی از مرکز حفظه شایه اصلا دستور اخراجشون نورعلی خان رو برومن دادن نورعلی خان نمی دیدن و وادار کردن چون ایشون به رادیو اعتراض کرده بودن بعد 58 سر اون قضیه 17 57 سر قضیه 17 شهریور بود ایشون اصلا اخراج شدن 58 یه چیزی هم شما فرمودن که من از مرکز حفظه شایه اخراج شدم اونم به خاطر اینکه خودشون قبلا از رادیو تلویزیون استفاده داد به خاطر حمایت از هر اتفاقی بله اصلا کلا مرکز هم اخراجشون کردن بعد مرکز بعد از اینکه خودشون از رادیو تلویزیون استفاده دادن مرکز حفظه شایه اینها رو این امضا هم نمیدونن چون نورعلی خان نابینا بودن دادن نورعلی خان امضا کردن ایشون هم نمیدونست چی رو داره امضا میکنه نه اینکه بخوان چون نورعلی خان واقعا دوستشون داشتن و به استعداد ایشون اصلا هیچ شکی نبود ولی بعد از اون دوره پنهان کارشون شروع شد گروه چاوش رو قبلش داشتن و بعدش مشغول کار زیرزمینی به اصطلاح شدن چون هم از مرکز افزایش های اخراج شده بودن هم از 17 شهریور که اتفاق افتاده بود خودشون از رادیو تلویزیون استفاده داده بودن جشن هنر شیراز رو هم تحریم کرد نرفت بله نرفت به خاطر سرکوب های مردمی سال 57 رو هم نرفت 8 دوره شرکت کرده بود شجریان بله شرکت کرده بود 8 دوره از سال 48 در جشن هنر شجریان و جشن هنر توس و اینها خیلی فعال بودن سر بخوام دوری اشاره کردید به بچه هاشون مژگان خانوم عزیز و خب همایون شجریان که طبعا همه من یادم در یک کنسرتی که در تورنتو بودن شاید همین دیگه آخرهای کار ایشون بود با هم اجرا کردن خیلی جاها نمیشد تشخیص داد پدر میخونه یا پسر همایون جانو میفرمایین بله همایون جانو موقع با گروه آقای علیزاده و بعد حتی با آقای درخشانی اینا اجرا کردن با آقای علیزاده جناب کلهور و خود استاد یه گروه 4 نفری به این شکل بود ولی من اینجا میتونم بگم که همایون جان هم اگر واقعا درسته که همایون جان شجریان هستن و خیلی هم نازنین منم خیلی دوستشون دارم ولی همایون جان هم با کاری که استاد جواد زرابیان محمد جواد زرابیان براشون نسیم وصل و دقیقه ساختن شعر زنده یاد بانو سیمین بهبهانی همایون جان اصلا نوع فعالیتش و اصلا زیبایی صداش به این شکل دیگه منعکس شد مشخص شد بله بله اینو مدیون ایشون اصلا چون موقع همه رقابتی بود با پدرشون حتی میگم برحال این در واقع سوالم اینجوری شاید بهتر باشه از شما پرسیم شما که میشناسینشون از نزدیک هنر این بچه ها برحال داشتنی همچین پدری در یک اصلا همچین فامیلی بزرگ شدن یا کنار هنرمندان بزرگ تمرین کردن خب طبیعیه که
هم جنشو داشتن هم امکاناتشو. ولی شما چی فکر میکنین؟ من در مورد همایون جان، البته مژگان بسیار خانم هنرمندیه، مژگان در طراحی گرافیک واقعا عالی، ستار موسیقی هم موسیقی خونده و در حقیقت طراحی خوندن، هنر خوندن ایشون، خب صداشون هم جگی خودشون داره. ولی ما در کلاسایی که کلاسای آواز کارگاه دوم، یعنی ما اون نسلی که در حقیقت بنده پذیرفته شدم، استاد از یک سال من 78 پذیرفته شدم، ولی سال 84 استاد تصمیم گرفتن که یک کارگاه آوازی رو راه بندازن. این در حقیقت فعالیت ها زیر نظر فرهنگستان هنر که فرهنگستان هنر زیر نظر میرحسین موسوی نخست وزیر سابق بود و اینا همه دوست داشتن و اون کلاس ها در اونجا برگزار شد. جا داره اینجا از جناب ایلیا محمدی نیا که مسئول در حقیقت این قسمت ریز بودن و من خودم هم یه سری شاگردام زدم و یه آزمونی گذاشتن که مسئول در حقیقت ثبت نام کارگاه آواز بود و کلاس ها رو میچرخوندن. حتی این 3-4 سالی هم که استاد مریض بودن، 2 سال تولد استاد رو گرفتن، بچه های کارگاه آواز رو دعوت کردن. خودش یه شیفتگی عجیبی نسبت به استاد داشتن. ولی در این آزمون تقریبا 4000 تقریبا اگه اشتباه نکنم شرکت کننده بودن، بین 3-4000 نفر، که از این 3-4000 نفر 400 نفر اومدن در سالن فرهنگستان هنر میشستن، استاد یکی یکی تست میکردن این عزیزا رو که همه اون 4000 نفر هم اعزام کنن شاگرد استادن، همه اون 300 نفر که حقشونه. ولی از بین اینها 60 نفر تمام 57-58 نفر انتخاب شدن که به 2 گروه بانوان و آقایان تقسیم شدن. تقریبا 30 تا خانم بودن، 30 تا آقا، که یه رنج بین سن 18 تا 30 بود خانم ها و آقایون هر کدومش، بر بقیه 30 تا تقریبا 41-42 بود. استاد تا 40 گذاشته بود ولی دیدن که خب یه سری خانم ها یکی دوتاشون خب سن بالایی چیزه، ولی خب خوب کار کردن و حیفه که نبشه. منتها اونایی هم که جز بودن اصلا آزمون ندادن. مثلا جا داره اینجا، مثلا حالا بعد اسامی رو بگم، خانم هایی بودن که مثل سرکار خانم ماری بیابانگرد که در حال حاضر ساکن رشت هستن و واقعا میتونم بگم که یه پرچم رو در استان گیلان و مازندران افراشته نگه داشتن. وقتی که کلاس آواز آقایون، این استاد اصلا قصده شده بود، یعنی تو تست آزمون زیر نظر جناب محسن کرامتی بود، جناب حمیدرضا نوربخش بود، جناب مظفر شفیع، جناب قاسم رفعتی و جناب علی جهاندار، این 5 نفر. من تعدادی شاگردام رفته بودن که آزمون بدن، خانم ها و آقایون دیگه هم که مدرس بودن شاگرداشون اومدن تو اون تست در حقیقت باشن. و یادمه که وقتی خانم بیابانگرد خوندن، استاد بودن که باید دست این آقایون هم غلط و غلوط و فالش و فولش، من اصلا خسته شدم این صدا. به به خانم چقدر شما خوب خوندین. و ایشون یه مثنوی سگایی رو خوندن و تمام میتونم هفته بعدش و 15 روز بعدم داشتیم باز استاد سکنن که خب خانم بیابانگرد یه آواز دیگه برای ما میخونین که ما خستگیمون در بره. و خب عزیزای دیگه هم بودن، خانم فرهادی دستان و پری فرهادی دستان و اصلا حفظ بود، استاد اصلا واقعا همجور بود. عزیزای دیگه بودن، خانم های دیگه بودن که مثلا با آقای لطفی کار میکردن، مثلا خانم باران رضایی، اینا در گروه شیدا کار میکردن و خب در حقیقت آمدن اونجا. عزیزای دیگه، حالا من اسامیشون رو حتما میبرم، الان هر کدوم به نوعی برحال دارن یه جاهایی فعالیت میکنن و سعی میکنن، ولی واقعا سخته، واقعا سخته برای خانم ها. ما هم که اینجا هستیم واقعا سخت، ما بیشتر به تدریس مشغولیم دیگه. یعنی یه کنسرت که میخواییم بزنیم، خود حضرت عالی میدونین اسپانسر میخواد، موزیسین پولشو میخواد، نمیدونم سالون پولشو میخواد، همه اینا هست. ولی اگر درست کار بکنیم برحال اتفاقات خوبی هم میفته. ما حقیقتش شما سوالی دارین که من در ارتباط با هم بگم، ولی هدف من حقیقتش هفته پیش که شما منت گذاشتین به زحمت پرستو جون، من واقعا حالم خوب نبود، الانم خیلی واقعا شرایط فیزیکی جالبی ندارم. واقعا دیروز خواستم کنسل کنم، ولی صبح تقریبا چند روزی که بعد از صعود آسمانی استادم، آثار جان شکارچی، دختر استاد بزرگ ما جناب علی اکبر شکارچی که یکی از بهترین موزیسین های ما در زمینه موسیقی در ساز کمانچه هستن و واقعا موسیقی لرستان رو زنده نگه داشتن، ایشون
ایشون به من پیام گذاشتن. قبل از اون هم شایان دخت آبدین منش دوست عزیز و هنرمند منن که اصلا ایشون واقعا پی اچ دی دارن و شاگرد جناب نریمان بودن، کتاب نوشتن، از یکی از پژوهشگرای حالا صدای خوبی دارن، شاگرد خانم پریسا بودن، صدای زیبایی دارن. ولی ایشون هم ما یه صحبت هایی میکردیم، عزیزای دیگه هم که بودن مثلا صحبت کردیم که چه کار میشه کرد، ولی بانی اصلی این قضیه آثار جان بودن و یکی دیگه از عزیزان به نام اگه اشتباه نکنم خانم بنوی. اینا قرار گوشن که به هر حال یه تسلیتی به خانواده استاد شجریان و دوستداران استاد از طرف بانوان. البته من اینو بگم، من این بانوانو جدا کردن و خانم ها و آقایانو جدا کردن مثلا یکی از مخالفین این قضیه هم، چون اصلا مرد و زن نداریم. و مسئله اینه که چون در فرهنگستان نمیذاشتن که صدای خانم ها پخش بشه، خانه موسیقی هم که بقیه آزمون بود، باز اونجا هم خانم ها رو آقای واقعا به قدرت آقای نوربخش بود، نظر نمیخوام به کسی که، ولی بعضی ها واقعا زحمت کشیدن و درست نیستش که آدم زحمتشون رو نگه. حالا خیلی ها میگن اینا وصلا، نه، اگه کسی وصله بتونه کار کنه، خدمت به موسیقی بکنه، دمش هم گرم. من اینو میگم، خب یعنی مردم فقط نشستن حرف میزنن و الان هم که ماشاءالله همه خاطره و همه هم شاگرد استادن و همه این عزیزان گفتن که برای اینکه یه سوء تفاهمی نشه، یعنی یه درست سری اختیار داریم ما اصلیه رو ببینید. شما لطف داریم، من واقعا اصلا آواز و واقعا من با استاد شجریان آوازش شناختم، یعنی الان برای شما من از گوش میخونم، اصلا دوست دارم، اونا رو هم دوست داشتم، یعنی تنها خواننده سنتی هم که هیچ مشکلی با هیچ کدوم این قضیه ندارم، چون هنر اونها هم در جای خودش بی‌نظیر بود. واقعا میگم یه کار از خانم هایده من دیدم با اون روح شاد با جناب انوشیروان روحانی، این احترامی که بین اینا بود، این ساز و آوازی که بین اینا بود، اصلا آدم منقلب میشد. نداریم به خدا الان، نداریم خب. ولی من میخوام بگم استاد شجریان، اصلا من به عشق استاد و به توصیه پدرم من آواز دیدم و تمام عشقم این بود که ببینم، حالا از اقبال خوش حادث شاگرد بانو اخوان شدم، بانو اخوان کلاساش در مرکز تعطیل شد، اصلا ما کلاسایی که با خانم اخوان داشتیم پنجره ها رو تمام گرفته بودن، چک میکردن، میگن انگار داریم بمب میبریم مرکز حفظش. بعد شاگرد بانو پریساشون طبقه بالا همونجور پنجره ها رو بستودن، تاریک، چراغ روشن، طفل خانم پریسا ساز میزد میخوند، اصلا نمیفهمیدی 50 دقیقه وقت داشتی 20 نفر آدم نشسته یا 2 ساعت وقت داشتی 50 نفر آدم رو میفرستادن اون تو. منتها از اقبال خوش وقتی استاد دیدم راهنمایی کردن، به من گفت جنس صدای شما به تحریرها و آوازهای سبک من میخوره. اینو به من دوست گفت، ولی اگه باید کار کنی، فردا بچه دار بشی و نمیدونم شوهر کنی و نیای بعد، گفتم که والا ازدواج کردم، بچه دارم هستم، اخراج آموزش پرورش هم هستم، ولی شما اصلا نگران این قضیه نباش. همون باعث شد شاگرد آقای مشیریش و آقای فلا، من یه سری اساتید رو از حیفه که نبرم، از جناب مهدی فلا دارم، در کلاسشون در باز میشد آقای مشیر می در باز میشد آقای تعریف می اومدن، در باز میشد آقای حمید مصدق می اومدن، در باز میشد آقای اسماعیل صارمی حافظ می اومدن و دکتر حسین و مومی قاضی که استاد جناب شجریان بودن می اومدن. ما همه می لرزیدیم. ما تو اون کلاس ها با هوروش خلیلی هم کلاس بودیم، هوروش یکی از خواننده های خیلی خوب ماست، واقعا خوب. اینا اصلا کوشن، حالا طفلک ها فقط دارن درس میدن، امور و معاششون بگذره نگذره. و خب تو اون فضا که دیگه به اصطلاح آزمون ها رو پذیرفته شدیم، صحبت از غرض از این کارگاه آواز اینه که حالا نبرین، بچه ها گفتن که یه تسلیتی بزنیم. بله. شما منم گفتم که بله، خانم و آقایون هم نمیخواین اصلا، نه نمیخوام فرض بذارم، لیستم مال خانم هاست، به دلیل اینکه اصلا خود سیستم واقعا آقایون رو داره بها میده، خود سیستم آهنگساز ها اینا به هر حال به خاطر اینکه کارشون میخواد منتشر بشه، حالا در حقیقت میدن به آقایون بخورن، خانم ها هم یا زیر صدا و کرن. خب این بچه ها آواز کار کردن، زحمت کشیدن، یه سریشون اومدن حالا خوندن. یکی از بهترین اساتید استاد حسین علیزاده است که خانم ها رو آوردن در راز نو با استاد کرامتی، با سرکار خانم رسایی، با خانم نیکنام. الان جناب علیزاده هم آوایان رو دارن، جناب پوریا اخواس، دو سه تا خانم های دیگه باشون دارن میخونن. آقای درخشانی اول آقای علیزاده بدعت شو گذاشتن، بعد از آقای علیزاده استاد جلال زلفنون گذاشتن،
بنده خودم با استاد مجید درخشانی سال 85 اجرا داشتم، کارهای حصار استاد علیزاده رو، بزرگداشت استاد رو در تالار وحدت. ولی بروشورای ما رو که موی یکی از عزیزان بیرون بود چسب زدن. تازه ما فهمیدیم که از اون آقایی که مدیر برنامه آقای علیزاده یکی از توابین همه اومدن ما رو فرداش بردن یه جای دیگه. اینه که مسئله به این شکل است که خب من یه جای عنوان کردم ابزار زنانه، استفاده از ابزار زنانه. دو اون سیستم موی شما معلوم بود، اگر آرایشی داشتی، اگر چیز داشتی، اصلا نمیذاش اصلا بری رو صحنه. بروشورا رو همه رو چسب گرفتن. خب ولی الان میبینی خب این سوشال میدیا خیلی به نفع نسل جوان، یعنی بچه‌هایی که سال 63 و 4 و 5 که الان مثلا جوانهای ماشاءالله نازنین و آرتیستای خیلی خوبی شدن، از این سوشال میدیا به نحو هستن دارن استفاده میکنن، حقشون هم هست. ولی نسلی مثل حالا باز هوروش چند تا کنسرت با تالار با آقای فخرالدین اینا دادن، خانم رسایی هم با آقای علیزاده کار کردن، خانم اخوان با استاد لطفی، خانم پریسا با جناب علیزاده و گروه های دیگه. ولی کسی مثل ماری بیابانگرد که از شروع چاوش رفته دنبال آواز، پری فرهادی که معلم مرکز حفظ اشاعه بوده، بعد بچه های عزیز دیگه که کار کردن، حتی فریبای داودی تو مملکت چون من زیر نظر آقای شجریان آوای مهر رو من گوشتم، مهر گفتن نه صوت تو صوت داودی مهرم داری، آوای مهر میذاری با استاد فریدون مشیری که استاد ما اصلا این کلاس رو به خاطر استاد احمد ابراهیمی را انداختیم و آقای شجریان، استاد شجریان علاقه بسیار زیادی به احمد خان ابراهیمی و دکتر عمومی و همه شون خداوند قرین رحمت کنه داشتن میگفت این احمد خان موقعی که ستار میزد، شکل ستار نمیزد، مادرش نوازنده تار بوده، فوق لیسانس موسیقی از دانشگاه تهران بوده، مدرسه دارالفنون البرت جناب ابراهیم و شاگرد مرتضی خان محجوبی و اینا بوده، خالقی بوده، بنان بوده. خب ولی بعد مثلا آقای لطفی هم همینجور آموزشگاه رو انداختیم، عزیزا و اساتیدی، من اول به استاد محسن کرامتی گفتم استاد آبایمه رو انداختیم، احمد خان اینا هستن، شما میان اونجا شیبه آقای شجریان رو درس بدین؟ دقیقا گفتن که خودت درس بده، من اصلا از این خونه بیرون نمیام، گوششون صدا کنه. من هنوز هم سر تعظیم ورود میارم، شاگرد ایشون هستم، افتخار میکنم که تمام مکاتیب آوازی رو غیر از آقای ابراهیمی من با جناب محسن خان کرامتی کار کردم. بعد شیوه آقای شجریان به نوعی دیگه، آقای بنان و قوامی رو با جناب مظفر خان شفیع، یعنی آقای شجریان تفکیک کرده بودن، آقای جاندار راست صداش و تحریراش با آقای ایرج میخورد، آقای نوربخش که اصلا تحریرها تحریرهای طاهرزاده بود، یعنی واقعا اجرا داشتن ایشون با روحشون شاد، استاد فرامرز پایور، واقعا به جرات میتونم بگم هم صدا داشتن هم سیما، هم صدا تالار وحدت، اصلا سه شب اجرا شده که تمام بی بی سی اینا گفتن که جوانی پیدا شده که میتونه راه آقای شجریان رو بره، آقای نوربخش، جناب نوربخش. خب شما هم میدونی یعنی ایشون چقدر منتها اصلا اینا دیگه واقعا نه اون سیستم هم نیست، مگر آقای نوربخش هم بالا شدن رئیس خانه موسیقی و یه سری کمک کردن رو به بچه‌ها، منتها یه سری چند دستگی در اون مملکت اتفاق افتاده، یعنی خیلی بده. این اهالی موسیقی اگه با هم بیان جمع بشن همشون با هم، این اتفاق یک بار در ارکستر ملی برای مدت کوتاهی اتفاق افتاد که استاد شجریان اومدن، جناب فرهاد فخرالدینی بودن، جناب حسین علیزاده بودن، جناب علی تجوید، که خدا امیدوارم واقعا حتی از عمر من کم کنه به عمر استاد علیزاده اضافه کنه، برای اینکه واقعا نداریم، ما نداریم واقعا، قدر اینا رو باید بدونیم. آقای شجریان 10 شب در تالار وحدت اجرا کردن، بعد رفتن اصفهان، اصفهان یه شبشو جلوشو گرفتن و بعد اجرا کردن. آقای فریدون مشیری بیژن ترقی اشعار همه اینا خونده شد. من میخوام اینجا یه پرانتز باز کنم، از شما کسب اجازه کنم با یک قسمت کوچولوی صحبت‌های شیرینتون که بسیار داریم لذت می‌بریم، مطمئنم بینندگان و شنوندگان هم همه قدر لذت می‌برن، مخالفت کنم در اینکه جامعه ایران برها جامعه هنرشی یا وضعیتی که ما داریم هزار دستانه حرفی نیست، همه واقفیم بهش، میدونیم یک واقعیت تلخه. اما همین وضعیت سرکار خانم داودی، شما خودتون در جامعه هنری اینجا زبان زدین، من تعریف و در واقع گپ و گفتمانی که با استاد نعیم منش داشتیم که با شما از نزدیک آشنا بشیم، وقتی که میخواستیم بگیم به یکی از هنرمندانی که بخوایم اینجا واقعا
توی جایگاه هنری حرفی برای گفتن داره و کارش ایداله. بخوایم صحبت کنیم، شما میگین آقایون یا خانم ها، ببینید هیچ فرقی نمیکنه، حرف حق همیشه همه جای دنیا حقه، چه در ایران باشه چه در اینجا. ایشون گفت ما یه هنجره طلایی داریم فریبادا، ایشون لطف دارن واقعا، ایشون خودشون استاد بزرگی هستن. مهمه که آقایون هم کار یک بانوی هنرمند رو ارج میگذارن. در همین ور دنیاش هم که این مشکلات نیست به قول شما که روی بروشورها رو بپوشونن یا مشکلات دیگه ای هست که داریم میبینیم، ما اینجا هم مشکل داریم که هنرمندان ما کنار هم نایستادن. حالا من آوای مهر رو ثبت کردم، ثبت فدرال کردم، همه بیان، شرایط ثبت نشد، خود آقای نعیمنش دو سه دفعه هنرستان تشریف دادن. به هر حال میدونین انشالله امیدوارم که بشود. ولی آقای شجریان رو صحبتی میکردن که من اون رو شیر کردم، گفتن که واقعا از این که انسان هستم ناراحتم، کاش پرنده بودم، کاش یه پرنده بودم، کاش حیوان بودم. واقعا این به من مردم لوس دارن، مردم منو دوست دارن، ولی از اینکه با هم دیگه اینطور افتادن به جون همو همو چیز ندارن، از این وضع ناراحت بودن. من یکی از چیزایی که خواهشم این بود که شما منت گذاشتین پرستو جون، واقعا زیر سایه‌تون هستیم، اختیار دارین. هدفم این بود که عرض کردم این عزیزایی که زحمت کشیدن خانم ها شناخته بشن. خب بچه‌ها با من صحبت کردن، خب نظر شما چیه؟ یه نفر مثلا یه جلسه دو جلسه اومدم اسمشو بیاریم. گفتم ببینید آقای شجریان هنر رو اشاعه دادن، آقای شجریان عشق رو داشتن اشاعه میدادن، آقای شجریان که تاجر و مملکت نبود، که حکومتی که نبود، قاچاق مواد مخدر که نمیکرد، هر کس از این دلاواز میخواست بیاد، بله هر کس دلاواز شرکت استاد شجریان، شرکت بخش نوارها و در واقع شرکتی است که دارن، اینا از این در که میخوان بیان بالا، خب به عشق استاد که اصلا میشه استاده ببینیم. باور کنید سر فروش تیکت های کنسرتشون من بودم، مثلا بم و همه اینا با ما بود، اصلا فقط میومدن ببینن. و یه روز استاد گفتن که طرفدارای واقعی من شاید 1 میلیون 2 میلیون، اگر اون 1 میلیون هم تازه همه آثار منو گوش کرده باشن، خونده باشن. خب خیلی از عزیزایی که الان تو این کلاس ها هستن همه آثار استادو نخوندن، مگه من خودم همه رو حفظم؟ ولی چون ردیف و شیب و همه اینا رو کار کردیم، و مسئله فقط اون نیست، برداشتیه که شما از یه کلاس میکنی. خب ما میگیم آموزش و پرورش، آموزش میبینیم و بعد پرورش، پرورش مال مربیه، پرورش رو باید کسی پرورش بده که مربی اون کار باشه. خب و ما آموزش دهنده داریم، پرورش دهنده زیاد نداریم، که طرف خودشو نبینه بتونه پرورش بده. ولی اینجا به عنوان صدای بانوان مهجوری که از اینجا سلام به همشون میکنم، میدونم که تو این چند روزه چقدر اشک ریختن، چقدر ناراحت بودن، من شاید 1 هفته است نخوابیدم، یعنی باور کنید بچه‌ها زنگ زدن به وقت ایران، من بیدار بودم که شوهرم گفت امروز از 3 صبح شروع کردید، دیروز 2 شروع کردم، اینجوری ما همینطور ترتیب که با این عزیزان کردیم که یه متنی رو عزیزان تهیه کردن که من از اینجا اگر اجازه بدین وقت داریم به گوش مردم عاشق و خود عاشقای واقعی استاد برسونن. بتونین سرکار خانم داودی رو تنها روی صفحه داشته باشین. من خوبه با شما از خیلی هم اختیار دارین. نه اینقدر انرژی خوب نخه. فقط یه چند تا از عزیزان نخواستن که اسمشون گفته بشه، منم چون یه آماری گرفتم از همشون هم رضایت گرفتم که اسامیشون گفته بشه. این برای این نیستش که ما بگیم پوز بدیم، نه، اینا عاشقانه میمدن. خانومی از مشهد میومد به نام خانم طارقیان، مینا طارقیان، شما نمیدونی با برف سرما، ماری بیابانگن از رشت، ماری شب میومد گاهی اوقات منزل ما، گاهی میومد خونه خواهرش، که صبح راز ساعت استاد 10 صبح استاد کلاس بودن، 10:30 کلاس بودن، که اینا باشن. عزیزای دیگه، مائده طباطبایی از اصفهان، آزیتا احمدی از اصفهان، گاهی هواپیما نمیومد میومد، این بچه‌ها زحمت میکشن، این بچه‌ها که از شهرستان‌های مختلف هم میومدن، چه آقایونش چه خانوماش، خیلی اجرش خیلی بالاست. همه عزیزان واقعا استادو دوست داشتن، ولی امیدوارم که کسی رو از قلم نندازم، اینا که اینجور با عشق و به قول معروف خون دل از راه‌های دور میامدن. یادم یه روز من از هالیفکس زنگ زدم، برفم اومده بود، استاد گفت توی یو خانم طارقیان و یه 2 نفر یه ماری جون و یه 4 نفر دیگه، من از هالیفکس پای تلفن 4 صبح به وقتم با
اجازه از همه عزیزانم، هم این دوستای گلم، هم کلاسیای گلم، خب یه تعداد از این هم کلاسی الان ماشاءالله سلبریتی های خیلی معروفی شدن، از همه ماها معروف ترن و بسیاری عزیزان که اصلا در یه گوشه‌ای دارن درس میدن. یکی از دوستان گفت من خانه مهتاب رو انداختم، گفتم کار خیلی خوبی کردی که بتونه درس بده و حمایت بکنه مهتاب علومی، گفت من خانه مهتاب رو انداختم، گفتم بسیار کار خوبی کردی. خانم مهناز گودرزی در زمینه موسیقی لرستان واقعا زحمت کشیده، صدای قوی حجمدار سنتی هم میخونن، ولی اینایی که مال شهرستان های مختلفم، باران رضایی موسیقی کردستان رو واقعا زنده نگه داشته با برادرش علی رضایی و اینی که همسرشون جناب فرزاد اندلیبی، اینا اینا واقعا آدمایی هستن که دارن با عشق و جون و دل کار میکنن. و ما به قول حضرت استادی جناب کیهان کلهر که این روزها میدونم که ایشون هم چقدر اذیت شدن، گفتن که جان از تن آواز رفت، جان از تن آواز رفت. با اجازه عزیزان اگر غلطی چیزی هم داشتم به بزرگی خودتون ببخشید. به نام خداوند خورشید و ماه، که دل را به نامش خرد داد راه. مردم هنر دوست و هنر پرور ایران زمین، ما شاگردان کارگاه آواز زندگیاد استاد محمد رضا شجریان گروه بانوان، تأثر و تعلم عمیق و نیز تسلیت خود را با هزاران درد و دریغ خدمت خانواده محترم آن هنرمند بی بدیل و به همه مردم ایران، تمامی فارسی زبانان و دوستداران ایشان ابراز می داریم. خداوند او را بران داشت تا پاسبان نغمات آسمانی این سرزمین پاک و نخبه پرور باشد. خوشا آنان که از مکتب او بی واسطه درس موسیقی، مردمگرایی و اخلاق آموختند. بسد افسوس که دست طبیعت پرتو او را از ما دریغ نمود. نغمه‌ای را نمیتوان یافت که ایشان از باغ موسیقی این سرزمین نچیده باشد. و چه بسیار شاعران بلند آوازهی که دفتر شعرشان با آواز او بر زبان مردم جاری شد. یقین او فرهنگ بود و آیینش موسیقی، چنان از سیر و سلوک با شعر و موسیقی سرفراز برآمد که بلندای آوازش آفتاب را درخشانتر نمود و تیرگی شب را با سپید دمان پیوند زد. ما شاگردان و فرزندان دلاواز با تنین جاودانی استاد عزیزمان همراه خواهیم بود و در اشاعه میراث گرانقدرش بر سربلندی موسیقی این مرز و بوم کوشا، زیرا که بو به ما آموخت که تعهد مهرامیز به مردم را با جان و دل پاس بداریم. مهر 1199 گروه باروان کارگاه آواز محمد رضا شجریان، من با اجازتون اسامی رو به ترتیب حروف الفبا میخونم. عذر میخوام، اتدادی از عزیزانم نخواستن که اسمشون گفته شه. فهیمه آخوندی، آزیتا احمدی، پانتا الونیپور، سلماز بدری، مهسا بلبلی، مرجان بنایی، ماری بیابانگر، نوا پیری، طیبه جوربنیان، نازی همزلو، مریم خان، ببخشید، سارا خدایار، مهسا دامرودی، فریبا داوودی، باران رضایی، هما روحفظا، آثاری شکارچی، فرهناز صاحب قلم، مینا تارقیان، مائده طباطبایی، ماهرخ طهمورث، شایاندخت عابدین منش، مهتاب علومی، رویا فاتحی، پری فرهادی، غزاله فعلی نژاد، نیره فروغی، زهره قلی‌پور، محبوبه گلزاری، مهناز گودرزی، مهدیه محمدخانی، ملیحه مرادی، بهار موحد. من حقیقتش جا داره اینجا از یه سری از عزیزان بگم. گفتم همجور که تعداد از عزیزان ما خوندن، کاست دادن، با اساتید بزرگ کار کردن، مثلا خانم نازی همزلو و خانم باران رضایی در گروه بانوان شیدای استاد لطفی بودن و یه نسل جوان رو جمع کردن، استاد با تمام نوازنده های همسن و سال خودشون اجرا کردن. خانم گلزاری با جناب استاد علیزاده برای موسیقی یه بخش موزیک متن فیلم بود، بعد کارهای بسیار زیبایی انجام دادن، سال گذشته تشریف آورده بودن در ونکوور رو این اجرا داشتن. خانم بهار موحدی که دندون پزشکای بسیار خوب و نازنین ماست که از شاگردای قدر خانم پیسا بودن که الان در امریکا هستن. شایان دخچون همونجور خدمتشون گفتم
و غزاله فعلی نژاد همینجور در امریکا هستن. منتها خانم محمد خانی ها این عزیزایی هستن، هنرمندایی هستن که واقعا خب حضور دارن، ملیحه مرادی اینا همه کار دادن. یه عزیزی از شاگردای استاد که خانم طیبه جوربویان الان در ترکیه است، واقعا به این عشق زده از ایران اومده بیرون که بتونه کار انجام بده، ولی واقعا انقدر سخته که اصلا تو غربت کار کردن خیلی سخته. خانم یکی از عزیزایی که گفتم همه رو فکر کنم همه رو گفتم، اسمشون هم گفتم، و حالا یه دریاچه‌ای بوده، هر کس به اندازه توانایی خودش تونسته، مثلا سارا خدایی رو با آقای درخشانی کار کرده. میگم مثلا همه عزیزان چقدر خوب که ما اینقدر خانم هنرمند. بله بله بله، امیدوارم. بله بله، مهسا دامرودی، ماهرخ تنبورزاده، همه این بچه ها، مرجان بنایی این متن زیبا رو، آثار جون خودش هم کمونچه میزنه هم میخونه، و خانم نازی صاحب قلم برای خانم به نام خانم شعاری معرفن، ایشون همسر استاد مسعود شعاری هستن. حتی میبینی شما همسرت هم موزیسیانه ولی نمیتونی. خانم زهره قلی پور همینجور. ولی مژگان افسانه هم در کلاس های ما شاگردا بوده. افسانه جون خب نمیخوندن ولی مژگان هم اونجا خودشون کلاس ها رو در حقیقت شروع کردن. ولی کسایی هستن که خب شیوه استاد شجریان کار نکردن، مثل خانم الوانی پور وقتی تست دادن، یعنی وقتی ایشون یه تصنیف خوندن اصلا استاد گفتن که خیلی صداد به تحریرهای قمر میخوره. اینا رو باید بگی دیگه وقتی شما اطلاع رسانی برای مردم بکنیم. ولی خب ایشون ترجیح دادن همون سبک رو کار کنه. ولی من کسی رو میشناسم که خانم یلدا یزدانی دو تا داریم، یه یلدا یزدانی داریم استاد موسیقی است در اروپا که جوان نازنین، آهنگساز، نوازنده است. این نسل جوان رو داره پوشش میده، این خانمای جوان رو که نسل بین سالهای 58 به این طرف هستن و داره نسل هستن. خب اون نسل هم اومد، ما بالا فرغونی ها اصلا قنجسوس شدیم، یعنی در واقعا. حالا میگم بنده هدفی داشتم، یک رو نداشتن، دست روزگار، و اونم خب هزار تا بیماری و بچه ها و مهاجرت، پدر آدم رو در میاره. ولی قول دادم بهشون که این سنگر رو اینجا حفظ کنم. من میرم و میام، آوای مر در ایران هست، منم میرم و میام. آوای مر فعال، نه پولش به من میرسه نه چیزی، بچه ها رایگان یه سری، ولی یه سری کلاس های ارشد، استاد ارشد تماسبی، اساتید بزرگ مثل نوید افغانی، اینا همه ورکشاپ هایی هست که برگزار میشه. شما اینجا کار هنریتون رو همیشه اهدا کردین، هیچ وقت تجاری نگاهش نکردین؟ برای اینکه خب خدا رو شکر آب باریکی از خدا واقعا سایه همسرمو نگه داره. واقعا میگم بچه ها، سهراب میدونین که هم موسیقی خونده هم مهندسه، بچه ها اینا همه دست دارن. ولی آره خدا رو شکر، ولی نمیگم احتیاج اینجا هم شرایط سخت خانم احمدی میدونین. ولی خوشحالم که این تریبونو خانم های نازنینی که صفات معرفت، نمیگیم مردان، بعضی وقتا بعضی خانم ها از هزاران آقایون هم واقعا مرام و لوتیگریشون یه چیز دیگه است، منتها در قالب مادرانه و مهر مادرانه. من اینجا استاد عزیزم رو دارم، استاد محمد جواد زرابیان، که دارم زیر نظر ایشون دارم کنم. هنوز من دارم با استادم کنم. بنده شاگرد جناب علی اصغر شاهزیدی هم هستم. یعنی واقعا یکی از افتخارات من در کلاس های دکتر عمومی اینه که بگم اون مکتب رو دارم کار میکنم. عزیزانی پرچم رو نگرش دارین. این نیستش که چند ساعت و چقدر، چند روز و چند سال و چند ماه شاگرد حضرت استادی رو کرده باشیم. آقای شجریان استاد بزرگی بودن، مثل همه ما انسان بودن، جایز الخطا بودن، اشتباه ممکنه کرده باشن. ما باید سعی کنیم اشتباهات ایشون رو نکرده باشن، که ایشون انقدر نقاط مثبت داشتن که اصلا کسی اونو به هر حال همه انسان هستیم، ولی ما سعی کنیم اون عشق و مهر رو یاد بگیریم. همین که الان روح بزرگوار ایشون باعث شده که اسامی این عزیزایی که با خون دل آمدن رفتن و به قول معروف حضور داشتن و ما تونستیم به اسماشون رو بیاریم، و به هر حال عزیزایی هم که نخواستن حتما یه دلایل شخصی خودشون بوده. منم چون میدونی اینجا یه جای زندگی میکنیم، اگه بی رویه بخوایم کاری انجام بدیم برای خودمون، بله پرسداره، بله. ببینین سرکار خانم داودی، ما هم به هر حال تو جایگاه کاریمون که بر اطلاع رسانی هست و تماس با مردم، خب زیاد گفتگو میکنیم با همه در شغل‌های مختلف و مخصوصاً هنرمندان.
با پرستو جون هفته قبل در برنامه میگفتیم تشو نداشتین استاد شجریان یکی از خوششانسترین هنرمندانی بود که در دوران حیاتش هم بسیار ازش قدردانی شد، یعنی اونایی که باید قدرشو میدونستن دونستن، قدرشناسی ازش شد. ما متاسفانه تو یک قسمت از صحبتتون فرمودین اگر دوستان دقت کرده باشن، سرکار خانم داودی و هنرمند خوبمون فرمودن که ما معمولاً عادت داریم بود پرستی کنیم، یاد گرفتیم که بعد از مرگ بزرگ داشت بگذاریم، در دوران زندگی معمولا قدرشناسی نمی کنیم. اونم از هنرمندانمون این اشکال رو داریم، این نقطه ضعف رو داریم. ولی ایشون یکی از خوششانس‌ترین هایی بودن که من فکر میکنم بسیار ازشون قدرشناسی شد، بسیار دیده شدن، شنیده که همیشه خواهند شد ولی دیده شدن. به دلیل اینکه فقط عرض کردم خدمتتون بود هنریشون نبود. ما دیشب تا ساعت تقریبا 12 داشتیم با پرستو جون راجع به همین حرف می‌زدیم. الان همه مدت آقا زندگی خصوصی هنرمند به خودش مربوطه، به ما ربطی نداره. انقدر این وقتی در عرض یک 3 ساعت شما محرمیت می‌خونی از هزار تا، این آدم انقدر نجیب بود، انقدر چشپاک بود و هر کدوم از این خانم‌ها و آقایون هم همینجور اصلا مثل دخترش، مثل خواهرش، مثل عزیزش نگاه میکرد، همه در کنارش احساس امنیت میکردن. خب اخلاق‌گرا بود. اصلا شما حرف زشت نمیشنیدی. من واقعا نهایت عصبانی که میشون میگم مثلا آخرین نهایت که خیلی عصبانی مثلا غلط کردی، مثلا نهایت عصبانیت داشتیم، ولی میخوام بگم که با مردمش بود. ببینید عرض کردم در یه دوره ما ایران زندگی می‌کردیم، همه هم رفتیم رای دادیم و همینا، ولی اونجا هزار فامیل و هزار نمیدونم چی، الان خود اهالی موسیقی هم الان گارد گرفتن. واقعا من دلم برای کسایی که برای رفتن استاد تسلیت ندادن میسوزه، دلم به حال این آدمایی که گارد گرفتن نسبت به یک موسیقیدان بزرگ کشورم که دنیا داره براش ارج میذاره، کسی که دیده شده تموم شد رفت، دنیا داره ارج میذاره. استاد حسین علیزاده واقعا دستشون موزن برگرد بودن. انقدر خوشحالم، افتخار میکنم که با استاد شجریان بودم، برای اینکه اینا حتی از مرده این آدم هم میترسن. این خیلی بلگو احساس غرور میکنم. مسئله نیست، من دارم میگم همه اینا هست. انقدر قشنگ نواها رو، انقدر قشنگ بچه ها رو، انقدر قشنگ همسرشون و همسرانشون همه رو واقعا میگم، یعنی واقعا خب اینا خیلی ها. به ما چه مربوطه؟ آقا ببینید این آدم چه کار هنری کرده، حافظ و سعدی رو برده، بچه 4 ساله دو مرتبه زندگی کرد. الان هم خیلی ها بعد از سود استاد تازه فهمیدن چی رو از دست دادن رفتن. متاسفانه مردم ما اینجوری دارن مطالعه میکنن. خب ولی خب حتی این کرونا هم باعث شد که ایشون با عزت بره. و شما فکر کنید با آقای با جناب لطفی کار کردن، با آقای ابتهاج کار کردن. وقتی استادی مثل آقای ابتهاج برمیگرده میگه، پرسیدن ازشون که میگن که آقای شجریان اگه شما نبودین، شما شجریان و شما آقای لطفی و آقای شجریان و شجریان کردین. استاد به این بزرگی برمیگرده میگه که من اگه بلد بودم کاری برای خودم بکنم میکردم. اون اشعار منو به گوش مردم رسون، اون با صدای خوشش رسون. چقدر بیرحمیم بعضی وقت اصلا. ببینید کم انصاف هست. آره به یه استاد میگم تمام تخم مرغاشو باشی، من میگم میرم تر از این هم. بله اصلا شما آقا میگن چرا گذاشته سیاوش؟ آقا خانوادهش مذهبی بودن، نمیخواستن که ایشون بدونن بیان. خب آمده آقای ایرج، صدای نازنین آقای ایرج هم طفلک ارتشی بود که مدت‌ها هیچ کی نمیدونه، هیچ کی تصویر آقای ایرج رو ندیده بود. آقای قوامی ارتشی بودن، کسی ندیده بود اینا رو. حق داشته بود طفلک ها چی کار کنن. آقای قوامی سالها به نام فاخته‌ای معروف بوده، شاهکاری به میدونی. آقای شجریان رو خب به هر حال خیلی من فکر کنم ساعت ها و ساعت ها میشه راجبش حرف زد. بله. هنوز به جایی برسیم که افسوس بخوریم. ولی ما داریم نظیر هنرمندانی که من خودم هم شاید خیلی اخلاقشون نپسندم. قرار نیست ما اخلاق شخصشون رو بپسندیم. نه. قرار هنرشون رو بپسندیم. اونا هنرشون متعلق به مردم، چیز دیگه‌ای به ما بدهکار نیستن. داریم هنرمندان تو به هر حال بخشای مختلف موسیقیمون، موسیقی پاپ. ما گوگوش رو داریم، گوگوش رو داریم که فراز و نشیب های زیادی بله هنرمنده و یک کسی میتونه و بخوای راجع به شرف بزنی شاید هزاران قضاوت شو به قضاوت برسر، ولی این هنرمند روی صحنه کار
و هنرش جلوی مردمش به نظر من لنگه نداره. نه. تو سبک خودش تا نداره. بله. اصلا گوشه یک دیگه نمیشه با اون بحث کرد. یه عرضی داشتم خدمتتون که واقعا بله آقای شجریان، واقعا آقای شجریان، آقای یکی از عزیزان گفته بودن که آقای خالقی، آقای پایبر، نمیدونم آقای سبا، بله اونا اساتید بزرگ موسیقی بودن، آمدن رسوندن، آقای شجریان اینو تموم کرد، این را تموم کرد. اصلا آقای سبا در زمان خودش بی نظیر، خانه در حقیقت آقای سبا اصلا موزه شد، شاگردان بزرگی مثل جناب تجویدی، فخرالدینی، آقای یاحقی، آقای همایون خرم، همه اینا بوده. خب ولی آقای شجریان خانم، من تو خانوما که گفتم خانم یزدانی، یلدا یزدانی داریم، اصلا این تصنیفای قدیمی رو انگار خورده این خانم، باورتون نمیشه. یعنی من خودم یه سری تصنیف ها رو، یعنی وقتی میبینم این اصلا اینقدر رفته در آورده شعر، چون خودش هم شاعر است و خانم بهبهانی گفته بود الحق دو یه روزی جای میتونی که در جایگاهی که من باشم، و پوران فرخزاد رو به این خانم نظر مثبت داشت. منتها ایشون الان خب از کسایی که برای بهزیستی زحمت کشیده، برای معلولین کشور زحمت کشیده، موسیقی ها و مسابقات و بزرگ اینو گذاشته، خب این آدم نمیتونه کجا بره بخونه؟ زندگیش اونجا کارمنده، فوق لیسانسه، بعد به جوونا داره کمک میکنه، به مریضا کمک میکنه، یه مسابقه یادم گذاشت که تمام این از حضرات داور اونجا بودن، که یه پسری به نام مجید معلول بود، این مجید تونست یه کار از آقای ایرج بخونه، اول شد در جشنواره معلولی. چه زیبا. شما یه کار بخواین از استاد الان بگین، یعنی مثلا خودتون میذارین گوش میکنین یا باش خاطر دارین، چی انتخاب میکنین؟ والا من یه تعداد کاراشون خیلی تمام، چند روز که اصلا فقط گریه کردم، هیچ کاری اصلا نمیتونم. من خودم خب یه سری کارهایی که با جناب لطفی، جناب مشکاتیان، با جناب علیزاده، چند تا کاری هم که با جناب درخشانی کار کردن، و یک کاری الان جدیدن داره پخش میشه که جناب درخشانی ساختن و خیلی زیباست. اون تفنگت را زمین بگذار تنظیم جناب درخشانی بود که خودشون میگفتن که اینو من برای فریدون مشیری، میگفت شعرشو برای جنگ لبنان سرودم. الان اینجوری. ولی من خودم چون شاید این کارا رو با استادم آقای مشیری گوش کردم و آنالیز کردم، دستان رو دوست دارم، آستان جانان رو خیلی دوست دارم. ما کارایی که با خود استاد کار کردیم، سگاه کار کردیم، بیات ترکی همین آمدم که سرنمون رو کار کردیم، میگم چاوش ها رو خیلی دوست دارم، میگم همه رو. ما الان خب واقعا امیدوارم قدر بدونیم، استاد بزرگی داریم مثل جناب شهرام ناظری، واقعا اساتید بزرگی دیگه داریم مثل جناب علیزاده. شما هفته پیش آقای دهلوی سالشون بود، اصلا هیچکی نفهمید. آقای وحدت فوت کردن، 40 سال مردم رو خندوندن. فرامرز امینی، عکاس، فیلمبردار بزرگی، تمام مراسم بودن، حتی تو این مراسم هم عکس و فیلم گرفتن، کرونا گرفتن، بر سر کرونا به رحمت خدا رفتن. این یعنی این تو این 10 روز از شما فکر کن ما چه مصیبت هایی رو داشتیم. یادشون گرامی. بله. روحشون شاد. شما هیچی نمیخواین برای همچین روز ویژه از استاد یادی بکنید؟ یه خطی چیز که نمیده واقعا صدا، میدونین یه شعری رو این از دل نوشته آقای کلهور برداشتم. آقای کلهور یه متنی رو استاد کلهور ریز کردن که واقعا جان آواز، جان از تن آواز رفت. من انقدر گریه کردم با یه کلمه ریز کردم، و به اضافه این که اگر 1000 چشم داشتم و 1000 چشم اشک روان، این داغ که بر قلبم نشسته مرا سرد، در حقیقت میگه نمیتوانستم کرد، ولی حالا ببینم میتونم اینو تو آواز بیارم، شاید اون کلمه رو عوضش کنم. با اجازه شما ببخشید. اگر 1000 چشم، اگر 1000 چشم داشتم و 1000 چشم اشک روان،
اگر هزار چشم داشتم و هزار چشم اشک روان، این داغ که بر قلبم نشسته مرا سرد نمیتوان کرد. ای آخ به کجا ای غم گسار من، فغان زار من، بشنو بازا بازا از سبا حکایتی ز روزگار من، بشنو بازا بازا سوی رهی چون روشنی است دیده ما رفتی، با قافله باد صبا رفتی، تنها ماندم تنها رفتی. ببخشید واقعا خیلی ممنون ازتون، خیلی لطف کردین. چون که داشتم میخوندم دیدم یکی دوتا از عزیزا رو اونجور که باید نمیدونم واقعا همه باید ببخشید، چون یا نباید اسم ببرم و یا نباید از قلم همه این عزیزان، رویا فاتحی، خانم فروغی، آذری زبان هستن خیلی هم زیبا میخونن، پری فرهادینا رو من گفتم، خانم مهتاب علومی و جوانهایی که خب من مثلا یه سرشون رو ندیدم مثل خانم نواپیری، ولی ولی مرادی خوبن، از خواننده‌های خوبن خانم گلزاری، سلماز بدری نوازنده سنتوره و خیلی آروم و نازنین کار میکنه، صدای بسیار زیبایی داره، نازی همسلو، مهسا دامرودی، ماهرخ جان تحمورس زاده، زهره قلی‌پور و خانم هما روحفظا. هما روحفظا خیلی از شاگردای خوب آقای کرامتی هم بود، صدای خیلی بم و خیلی باحال، اینا همه دارن میدونین زحمت میکشن و امیدوارم که تونسته باشم ادای دین کرده باشم خدمتشون و به بزرگی خودشون بنده رو ببخشن. و من منتظرم، حتی میگم خانم نازی گفتم یه تعداد چیزن، نازی گفت خیلی لطف میکنی نازی همزلو که اسم ما رو میاری، داری اجازه هم میگیری، گفتم به هر حال باید بگیرم و ممنون میشم. خب این هنرمندا و خواننده‌های خیلی خوبی هم داریم، آرتیستن، یه سری آرتیستن، یه سری مدرسین و پیشکسوتایی هستن که جوانها باید از اونا برن یاد بگیرن. خب این آرتیست هم زمان میبره، جوانن میدونین، وقتی شما در سن مثلا 32-33 سالی آرتیستی میشی که مثلا 40,000 تا فالوور داری، خب یه جور دیگه ای میشه. ولی ذات معلمه، بعضی ها مدرسن، مربیان، بله، پرورش دهندن، بله. خانم بیابانگرد یه کار تالشی خونده با جناب ممرضا درویشی، نخواستن که من بیارم میسکنم، بسیار زیبا خوندن. در یه کاری جناب پیمان سلطانی، باید بگم ایران خانوم که اینجا اوپنینگش بود که با آقای براهنی و اینا داشتیم و آقای زرهی، ایران خانوم اونجا خیلی از این عزیزها زیبا خوندن، بله، عزیزایی هم که اسم بردم همه اونجا خوندن و امیدوارم آهنگسازها و هنرمندای ما بتونن از این عزیزان استفاده بکنن در کارهاشون. آقای درخشانی نقش بسیار بزرگی در این حمایت از موسیقی بانوان داشتن و دارن، خیلی ها رد آوردن بردن خارج و آوردن باشون اجرا کردن، جناب متبسم با خانم ها کار کردن، خود بنده هم زمستان رو با ایشون کار کردن. ولی واقعا کسایی که این میخه اولیه که ببری بتونی به جنگی، به جرأت میتونم بگم استاد بزرگم ممر رضای لطفی که روحشون شاد، اووردن گروه بانوان شیدا، بانوان شیدا چه خواننده چه آقا هم نوازندار، همه رو اووردن، جوانها رو بازسازی همه در وزارت کشور اجرا کردن. قبل از اونم سال 70 و 78 فکر میکنم که استاد
حسین علیزاده نازنین عرض کردم در راز نو بردن و بعد هم آبایان هم جو شکل تور کردن که خیلی یاد دارن کار میکنن. من خودم شاگرد استاد علیزاده بودم، ولی خب میگم هیچ وقت اون فرصت نشد، به دلیل اینکه شاید فهم کردم منم نمیدونم هیچ وقت اون قسمت نشد که ما با ایشون مثلا کار بکنیم. مثلا اونش مهم نیست که کار کردیم نه، مهم اینه که اون چیزایی که برداشت کردیم. خواننده ها نیاز به فن بیان دارن. خواننده ها با کسی رو داریم به نام سهراب سلیمی، باید منی واقعا برم فن بیان یاد بگیرم. خواننده ها نیاز دارن ادبیاتشون قوی بشه، بله. اون بداهه و موسیقی شعر رو بتونن بشناسن، چارچوب ردیف رو وارد باشن. من همین الان گذاشتم، متوجه شدم یه جاشو دوباره در لحظه تغییر، بله بله. اینو با استاد، یعنی کلاسی که ویژه داشتم با استاد چچریان که از کلاسام بود، یعنی اصلا شعر رو میخوندیم، تحریر بعد ایشون میزن، من بعد تحریر بعد رو میزدم، بعد میگفت نه این تحریر نمیخوای، این تحریر رو بزن اینجا، این شعر رو بعد دوبار تکرار کنی. این قسمت از کار خیلی چون الان ردیف یکی از خصوصیات ویژه کارهای شجریان بوده. نمیتونی اول بداهه بخونی، اول بعد ردیف رو یاد بگیری، چارچوب موسیقی رو بعد یاد بگیری، زیر و بم گوشه ها تمام اونا رو باید یاد بگیری، ادوات تحریر رو تا بتونی بداهه کنی. دقیقا تسلط کامل میخواد، ولی این که یهو بیاین از بداهه شروع کنیم، ما هنرجو از این چیز یعنی خنده داری به نظر ایشون کلاس های شما رو میان درسته، اختیار منت میذارن ایشون که دو ارزا معارف زنده است واقعا، جلو خودش هم میگم واقعا، از ساز سازی، از خوندن، از ردیف ساز زدن، من افتخار اینو دارم در نظرشون میتونه استفاده بکنه و خالص بودنش که با علاقه به دنبال این کار رفته. خیلی از هموطنان عزیزمون در شهر تورنتو، خانمهایی رو که حداقل من از نزدیک میشناسم، میدونم که کلاس به شما رو میان و شاگرد شما هستن. خب این خیلی زیاده خواهی خواهد بود که یک روز به اتفاق این دوستان بیاین بخونین، برای دوستان ببینن که شما چه کردین در شهر. و فقط خانم ها این آقایون هم هستن، نه انشالله حتما، از همینجا میگم امیدوارم یه روزی واقعا مهر شما شامل حال عزیزای ما که در ایران هستن، عزیزا من بهشون قول دادم واقعا امیدوارم این پایگاه رو بتونیم حفظ کنم. شما میدونین پارسال که دانشگاه سلطنت روز دعوت کرد، به جرئت میتونم بگم من اولین یعنی اصلا بگن ردیف دادیم، اولین خانمی هم که یک دانشگاه رو سرمایه رو ردیفای آوازی مختص خودم، نه اینکه شیوه اساتید قبل، اونم خیلی عالیه، ولی اینکه شما منصر یعنی بیان و ببرن و تو جای صدای شما بخونین، به دلیل اینکه خب صدای بنده صدای آلتویه که توانایی اینو داره که با آقایون هم درس بده، بله. یعنی مثلا اینه که تو جای صدای آقایون در جا کوکو عوض میکنم، حالا موقعی که کرونا نبود سهراب پسرم و استاد دیگه میومدن، شهریار به سرمون میومدن، شهریار سیاوش و سهراب اسکندری جواب آوازا رو تو کلاس ها میدادن. واقعا این کرونا باعث شد که بله یه خورده خیلی از کلاساتون آنلاین برگزار میشه. من الان آنلاین بله دارم، من با کل دنیا دارم بله که ابدی نیست و دوستان نه. به هر حال من متاسفانه وقت برنامه تموم شد، سپاس از مهرتون، ممنون از شما، ان شاء الله که این چرخ این تلویزیون به چرخ. عزیزان همه میگفتن وابسته، گفتم این تلویزیون مستقل ترین، این خانم یکی از مستقل ترین آدمایی که من در تمام عمرم دیدم، به کمک همسرشون جناب مهندس شهریار و دوستای دیگه، استاد نعیم منش که اینجا هستن، خانم پرسو و دوستایی که هستن و تیم مجربی که پشت تصویر رو دارن، تصویر ایران، بله. و هیچ از هیچ جایی بودجهش تامین نمیشه، حتی از دولت کانادا هم نمیشه، ممکنه خودشون کردیتاشو بده کار بشه، ولی واقعا من خیلی خوشحالم که تونستم از این تریبون بدون وابسته به جایی، فقط عشق و مهر توشه، بتونم صدای به قول معروف همدلی دوستای عزیزم، همکارای گلم، مهربانان من به گوش مردم هم برسونن. جا داره اینجا خانم افسانه بگم که بنده به ویژه از افسانه شجریان کمال تشکر رو دارم، برای اینکه تو این 3 سال آزگار با جون و دل افسانه مثل یک بچه از پدرش پرستاری کرد. افسانه همایون جان اینا هم نقش داشتن، خواهر نازنینشون نسرین خانم، عمه جون ما، تسلیت عرض میکنیم. غم از دست دادن برادر بسیار سخت، برادرهای استاد و پسرای گلشون همایون جان و رایان جان، رایان پسر هنری منه به جرات میتونم بگم، دخترای گلشون فرزانه جون، مژگان جان و افسانه جان و نواهای گلشون آوا، آیین، مهر و سپهر و سام
و یاسمن و هستی نواهای گل استاد هستن. امیدوارم که خانوم ها، خانوم فرخنده گلفشان و سرکار خانوم کتایون خانساری همه عزادار هستن. من از اینجا تسلیت میگم و به هر حال به خانواده شجریان و متعلقین و ملت ایران متشکرم که این وقت رو به بنده شاد تاثیرشون هم جاودان ما رو پذیرا باشن، هم که فرمودین به ملت ایران، به ملت هنر دوست و هنر پروری که واقعا جاشون خالی خواهد بود، جاشون بسیار خالی خواهد بود، ولی همچنان که میدونیم صدا هرگز نمیمیره. نه و ممنون از شما، خیلی وقت گذاشتید، نظر گذاشتید، خیلی خوشحالم داوودی، ان شاء الله بیشتر در خدمت باشید، دارین خدمت از ما، ان شاء الله روزی اینجا یه پایگاهی باشه واقعا. حالا اذیت میکردم گفتم کارگاه کارگاه گجت اینجاست، ولی واقعا امیدوارم که یه روزی این صدای ایران یه پایگاه خیلی مستقل و خوبی باشه که خانم های ما که واقعا محجوب واقعا شاید آقایون هم نمیخوام جدا کنم، واقعا پسرهای گل ما تو همین شهر هم مهجورن، تو ایرانش هم همینجور، حالا یه سری اومدن و دارن میخونن و این رو هم دارن وصل میکنن خودشونو، ولی واقعا یه سری بچه ها سوختن اونجا و خیلی مهجور شدن. خب دوستان عزیز، ما هم باید اینجا به هر حال تمام این امکاناتی که سرکار خانم داودی فرمودن، بدون حمایت شما عزیزان و صاحبان بیزنسی که به هر حال در تمام این سالها، الان 27 ساله که ما افتخار رساندن این صدا و پیام از طریق رادیو در بزرگ شهر تورنتو و کانادا داشتیم برای شما، و در طول این 20 سال همکاری که با شبکه تصویر ایران، با امکاناتی که واقعا شبکه مادر ما در لس آنجلس جا داره، واقعا تشکر کنیم که این امکانات برقراری ارتباط ما رو با سراسر دنیا گذاشتن برای ما، و در واقع اونها بی طرف بودن که ما بی طرف تونستیم 20 سال در کنارشون دووم بیاریم، و اونها هم واقعا در شبکه مادر تصویر ایران نهایت تلاششون در تمام این سالها اطلاع رسانی درست بوده و فرهنگ سازی و حضور و وجود انسانهایی که در این برنامه ها باشون آشنا شدین، من فکر کنم خودش در واقع سند صحبت های ماست. ولی هیچ کاری امکان برقراری چنین ماهواره عظیمی با شما عزیزان در سراسر دنیا غیر ممکنه، جز اینکه صاحبان بیزینس پا بگذارن جلو و حمایت کنن. هر کاری، حتی کنسرت های شما خانم داودی، من یادمه با اینکه هیچی برداشت ازش نمیشد، ولی بدون صاحبان بیزینس امکان برگزاری سالن نیست، امکان برگزاری این که نوازنده ها بتونن حداقل در واقع دستمزدشون رو دریافت کنن، وگرنه این کارها که پایه فرهنگی داره هیچ وقت به بیزینس تبدیل نمیشه، یعنی غیر ممکنه، اصلا این دوتا کنار هم نمیتونن در یک سبد قرار بگیرن، ولی میتونن همدیگر رو صیقل بدن و نگهداری کنن. کار ما هم در واقع همینه، ایجاد فضایی برای هنرمندان، ایجاد فضای سالمتری برای خبررسانی درست و بیطرف و قضاوت نکردن در واقع کار اصلی ماست که با هم تمرین میکنیم. و تشکر ویژه از عزیزانی که میبینین در زیرنویس برنامه میرن، صاحبان بیزنسی هستن که حقیقتا نیازی به معرفی در شهر تورنتو ندارن. ما آقای سلیم هناره رو داریم که نیازی نداره به معرفی، نه به بیزینس، نه اینکه اصلا شماره تلفنی گذاشته نمیشه که بخواد کسی از ایشون بیزینسی بگیره، ولی در جایگاه انسان دوستانش این صدا و سیما رو حفاظت میکنه تا بهترین و درستترین خبر به مردمی که نشستن و وقت میذارن و در تنهایی و خلوتشون این صدا رو دارن حمایت میکنن. ما سوپر پارسیان رو داریم که واقعا این سوپر فکر نکنم در تورنتو نیازی به معرفی داشته باشه، به بهترین شکلی که در واقع افتخار جامعه ایرانی کار خودشو داره انجام میده. یک سرویس جدید این روزها خانم داودی با پرستو جان بارها صحبت کردیم که برنامه امروزشون رو در واقع دونیت کردن به شما، و ما یک سوپر اینترنتی داریم که به خاطر کرونا بچه های جوانی که من خیلی ساله میشناسمشون شروع به کار کردن، و برای عزیزان شهروند ما، سالمندانی که در منزل هستن و همه اونایی که خب الان احتیاط میکنن بیرون کمتر برن، تو صفای طولانی نرن،
این دوستان دارن از طریق تلفن و از طریق اینترنت آنچه که شما 15,000 قلم جنس حالا ایرانی همه چی همه چی مایحتاج مردم رو به بهترین قیمت از تولید به مصرف 7 روز هفته 9 صبح تا 9 شب در منزلشون دلیوری کنن. تمیز دوفونی خیلی در حد شایستگی که مردم ما حقشون هست و میگن پرستو جان میگه در ایران این سرویس زیاد بوده، یعنی ولی اینجا واقعا نبود و یک شکل زیبایی در کارشون دارن، یعنی شما سرمایه 35 درجه اینا بذاره که این پیک موتوری کار نه نمیشه دیگه و تمام نیست اصلا بندی ها اصلا باید ببینید چجوری جنس رو میارن. یک تجربه خیلی جدید و قشنگه که ما هم شنوندگان و بینندگانمون استقبال خیلی ویژه‌ای کردن و دوست داشتن. خب همه دوستان تو خونه بشینن گرم و نرم همه چی بیاد در خونه شون و قشنگ بود. ممنون که این هفته ما مسابقه رو نذاشتیم به دلیل ویژگی برنامه، ولی از فروشگاه بانیان، فروشگاه در واقع اینترنتی یا آنلاین بانیان سپاس فراوان داریم که همراه مردم ما هستن تو این روزهای حساس و به قول معروف خط مقدم وایسادن. اونا میخرن، تمیز میکنن، میارن برای شما. با میتونیم به وبسایتشون banianexpress.ca مراجعه کنین، ببینین اجناس رو و قیمت ها رو، حرف ما رو تاییدش رو بگیرین، یا با تلفن 416-81-81-81-5 تماس بگیرین و بگین که از این برنامه باشون همراه هستین و دوست دارین که امتحان کنین سرویسشون. این میشه تلویزیون مستقل که به حمایت مردمش متکی هست، نه به هیچ سازمان و گروه. بله دقیقا. سپاس فراوان از شما. هر چقدر بگیم ممنون که وقت گذاشتین تو روزهای حساستونه. میدونم که به هر حال نشستین در خلوت خودتون کلنجار میرین با این روزهای به هر حال پرخاطره‌ای که براتون مونده، ولی من به تنها خودم رو میگم، من باید از طرف خودم بگم و همچنین مادر عزیزم اگر برنامه رو میبینه دستشون ببوسم. خوش به حال افسانه‌ای که هم اسم من بود و سعادت نگهداری استاد پدرش رو داشت. این یک سعادت اگه به هر فرزندی برسه که بتونه نگهداری کنه از پدر مادر. افسانه واقعا با عشق، خوش به سعادتش. و در واقع این نوع نگهداری باید خیلی آدم خوبی باشه که نصیبت بشه و خوش به حال افسانه شجریان عزیز. اما من داشتم به نوبه خودم و مادرم، باید از طرف مادرم چون هر دفعه صدای شما رو میشنوه بی اغراق پیامهاش به من صد برابر میشه، بگم که با جان و دل لذت مثلا حال هوای دیگه میشم وقتی میو میخونین شما. بیا اینو برای ما گاهی بخورون شما فرام اختیار دارید. مطمئنا از تجربیاتتون، دانشتون، اندوختهاتون استفاده اختیار دارید. این بلندگو و مردم همون سپاس از مهرتون. من هیچ وقت واقعا نشده اونجور که باید از هم خانواده‌ام تشکر کنم. یه استادی دارم که شاید استاد آواز من نبودن، ولی ایشون غیر از استاد عمومی اینا، ولی ایشون خیلی حالی اساتید، ولی ایشون راهنمای بسیار خوبی من داشتن. من از 8 ماهگی که مثلا مامان فوت کردم و در 16 سالگی که رژیم پدرم رو گرفت و برادرم اینا، واقعا اگر یه روزی، حالا همیشه میگم پدر بهنام سر راه من قرار دادن، ولی واقعا اگر من در سن شاید 13-14 سالگی به این استاد و مشاور میرسیدم، راه هم شاید باز یه جور دیگه، نمیگم و هیچ ادعایی ندارم، واقعا آدم دنیا یه جوری که آدم به هیچ جا نرسیده، ولی جا داره واقعا بگم. و ایشون کسیه به نام خانم دکتر الهه شیخ رضایی مصطفی زاده، مشاور و روانشناسه، ولی ایشون که از بهترین معلمه های من، پسرم، خانوادم، و واقعا یه انسان بی نظیریه. واقعا ازش اجازه که گفت نه نگفتم، ولی بالاخره میگم یه دلم کردم، ولی که برتم برداره تیافر. مرسی، سپاس فراوان. یکم از وقت برنامه آمریکا رو گرفتیم، ممنونم ازشون، سپاس گذاری میکنم. سپاس، بله، ممنون از شما. پرستو جان، مرسی، قربون شما برم، خیلی ممنون. مرغ سحر نال سر کن، مرغ سحر نال سر کن،
زاه شرر بار این قفص را بر شکن و زیراز بکن بلبل پر بست ز کنج قفص در سرام و از نفسی عرصه این خاک تو درام پر شرر کن مختصر